سلام به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. در تحول امشب چگونگی کارکرد پارلمان در مورد بحث و بررسی قرار میتیم قرار است فردا پارلمان طی مراسم از طرف رئیس جمهور افغانستان برای کار خود رسما آغاز بکنه البته اشتمین سال کاری پارلمان رسما طی مراسم افتتاح خواهد شد به اساس حکم ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره تقنی پنج سال تمام گفته شده است دقیق کار پارلمان در سال 1394 در اول سرطان به پایان میرسه و پیش از او تایی سی الا شست روز باید پارلمان جدید یا اعضای جدید کار خوده رسما آغاز بکنه اما متاسفانه سه سال از اه، اه، کار غیر قانونی پارلمان مگذره در این خصوص دو توجه وجود داره توجه اول این که شمار از وکلا شمار از حقوقدانان به این باور است که دوره تقنینی دقیق در اول سرطان سال پنجم به پایان رسید که سال 94 بود و شمار از وکلا بعد توجیه می کنند کار پارلمان تا زمانی که انتخابات برگزار نشود پارلمان همچنان به کار خود ادامه خواهد داد در تحول شب عمدتا سوالات ما روی این دو مشخصه یا دو توجیه متمرکز خواهد بود از طرف این پارلمان چقدر تانسته بر مبنای امون فلسفی وجودی خود که نظارت بر چگونگی عمل کرد عمل کرد حکومت است و بحث تقنین موفق باشه یا موثر بوده باشه کارش این نکته دیگر است که در تحول امشب بهش میپردازیم اما پیش از این امکارم صدیقی گزارش را در این خصوص به توجه میرسند قرار است شورای ملی پس از رخصتی زمستانی بار دیگر به با کارش آغاز کند اما با باور شماری از حقوقدانان ادامه کار شورای ملی پس از تکمیل شدن پنج سال خلاف قانون است و این کار سبب ایجاد چالش های بیشتر در کشور خواهد شد قانون اساسی افغانستان فعالیت پارلمان افغانستان به اعتبار زمان قید کرده به اساس از بعد از سال پنجم یعنی سرطان سال پنجم دوره پارلمان ختم می‌شود. ازای محترم پارلمان کلیدی بعد از انتخابات تاکید میکنن اما در کل از نظر ما بعد از سرطان سال پنجم فعالیت پارلمان در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار این ای برای کشور ما یک بحران بزرگ به وجود میرن، مثلا زمان میشه که رئیس جمهور هم خود بگه که ما شرایط خوب نیست انتخابات نمیشوند باید ای سال دوری خود پیش ببرن اما توقع ما مردم چی است که نخه ای باید پارلمان باید یا تا زمان که انتخابات میشه لغو شود یا انتخابات شود در همین حال معاون دوم مجلس نمایندگان تاکید می که تلاش ها بر این است تا در سال پیشرو رو چالش هایی که در مجلس وجود داشت از میان برداشته شود منگا قانون من خپل ته ادامه ورکو تر سو پوریچی انتخابات شوی نوی نوی کاندیدان رسمن خپل وزایه پیش غال کردی نوی تر غو کار قانون من مسائل مختهدي سی اولين دا د چڅنګ کولې سوده صلح لپاره لوله سره یا له حکومت سره همکاري وکړو د واقعي صلح لپاره لار خلاص کوو ها څه ديګر برخي از نوماندگان مجلس میگوين چې شوراوي ملي به جای حل چالش‌ها در کشور خود عامل ایجاد چالش بودند ما یک ځل مرهم بالای زخم ناور نبودیم بلکې خروار خوان نمک بودیم چې بالای زخم ملت پښیده شیدل او هیڅ کاري مثبتی برای ملت انجام نشده و باعث می شود که غیر قانونی بودن اینها هر روز هم مطرح شود قرار است شورای ملی با حضور رئیس جمهور رسما برای هشتمین سال به کارش آغاز کند دیده شود که در سال پیش رو این شورا تا چه اندازه در بخش تصویب قوانین و رسیدگی به چالش های کشور دستاورد خواهد داشت مهمانان امشب تحول عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه افغانستان سید نادرشاه بهر عضو مجلس نمایندگان احمد سعیدی فعال سیاسی و استاد دانشگاه بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه نخستین پرسش با شما آقای مصبا استنباط و تفسیر شما از ماده 81 قانون اساسی افغانستان کالا به دو دستگی در واقع ما دو دستگی در استنباط و تفسیر این ماده می‌بینیم چیست دوره تقنینی پنج سال تمام است یا هشت سال هم میشه دوره تقنینی گفت بسیار تشکر بسم الله الرحمن الرحیم تشکر. سلام خدمت شما سیدی سیف سعید بحر صاحب و بیننده های محترم تلویزیون ببینین ماده 83 قانون اساسی کاملا واضح است و با الفاظ بسیار ساده نوشته شده بحث قید زمان که اول سرطان سال پنجم را ذکر کرده ای یک موضوعی است که نه تنها برای اعضای ولسی جرگه است بلکه این موضوع برای رئیس جمهور برای کسای دیگه که از, از طریق انتخابات می مسئله قید زمان برای ذکر است بخاطر که ببینین دادن رأی و انتخاب ای یک عقد است یک عقدی است که در حقیقت بین مؤکل و وکیل منعقد میشه و این عقد زمانی که منعقد میشه بر یک دوری تقریبی بحث منعقد میشه. پنج سال یک موردی است که در ازهان همه در موقت وقت و زمان جا داشت کسایی که رای میداد برای اعضای ولسی جرگه ای در ذهنش بود که به هشت سال یا ده سال هم یا یا بیشتر اما مجلس نمایندگان را شما دین آقای احمزه اونا میگن تا زمانی که انتخابات نش هر قدر که پروسه طویل شوه یعنی هر قد سالی که بگذره ما مشروع قانونی هستیم ببینید قواعد حقوقی مطلق و واضح هست من متاسف هستم که اینا به خاطر ازی که به منفعت خود بحث بکنه استنبات نادرست میکنه و از هان آمر مخشوش میسازه واقعیت امر ای است که بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان میاد امی پارلمان ختم شده و کارکردایش در تضاد با قانون است و غیر مشروع است پس پارلمان فردا خلاف حکم ماده 83 قانون اساسی افغانستان رسما میشه؟ مسلما نقض قانون است و رئیس جمهور پس رئیس نقض جمهور در در رأس نقض قانون است و بله با تاسف باید بگوییم که آه آه ما قبلا هم گفتیم که در نقض قانونی اساسی فیلی ما بزرگترین ناقض آه آه از ریاست جمهوری شروع میشه و بعدش خیلی قانونی ماست که ممنون خیلت. آقای بحر اینجا اشاره میشه که رئیس جمهور فردا رسما قانون اساسی افغانستان نقض میکنه و شما هم خلاف حکم ماده 83 تقریه کارتان را خلاف حکم قانون انجام میدین چقدر موافق هستید؟ تشکر شما و تقدیم اعترام به بینداری محترم تلویزیون شما و تقدیم احترام به دو همکار ما که در بحث فعلی حضور دارند البته این نه اولین میزگیر یا بحثی است که صورت میگیره و نه آخرین خواهد بود شما از سال ششمی که پارلمان افغانستان از سال پنجم تجاوز کرد و به سال ششم رفتن برای انجام وظیفه بحثات داغ شده تا کنون هم داغ من میخوایم نظر شما رو مشخصا به عنوان از مجلس نمایندگان بدانم آه. که سال هشتم که فردا افتتاح میشه این هم مثل سال ششم و سال هفتم و سال خب یک دوره تقنینی از نظر شما چند سال است مشخص چیز بسیار روشن و مشخص است که دوره تقنینی پنج سال بسیار خوب بعد از پنج سال افتتاح شورای ملی بخصوص مجلس نمایندگان شما عضو مجلس هستین خلاف نص ماده 83 نیست البته ماده 83 در ماده 83 دو جز به ارتباط پایان کاری شورای اول سرطان و انتخابات اولی سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج یا بعد از برگزار شدن انتخابات خب خیلی از اعضای شورای ملی خب میگه که این موکول به دو جز میشه نظر مشخص شما چیست؟ ما خود معتقد به هستم که چون پنج سال مردم برای یک نماینده خود رای میدین این پنج سال میتونه بسیار مشخص و روشن باشن ولی شما این فشار هرچه هم که خب بالای حکومت آورده شوه و بر هر کس به خاطری که این ای فشار ها بعد از پنج میشه. سال آیا شما بعد از پنج سال نماینده مردم و وکیل مجلس هستین؟ آ... به اساس حکم قانون اساسی؟ آ... در صورتی که هر دو جزش یعنی هم سال پنج و... شما دوره تقنیر پنج سال گفتین بعد از پنج سال دیگه به اساس این تعریف شما نماینده مردم نیستین؟ یا ما نماینده مردم هستیم یا نیستیم چیز جدا هست ولی ما طرفدار از این بحث هستیم به خاطر از اینکه این بحث ها هر چی فشار بیشتر بالای حکومت بیاره تا این حکومت وادار شوه به برگزاری انتخابات اصلی. گفت. و اگر حکومت وادار نشه و حکومت همچنان به مبازی های کجدار و مریض خود ادامه بده و یک شورای ملی یا مجلس نمایندگان نامشروع را با خود داشته باشه شما همچنان ادامه خواهید داد Uh, البته uh, از اگر مشروعیت در افغانستان به وجود بیاد خیلی از نهادها او مشروعیت لازمه نداره مشخص در مورد بحثی. مجلس نمایندگان آیا مجلس نمایندگان مشروع است در سال هشتم که فردا فتا میشه در یا غیر مشروع در صورتی که قانون اساسی هم بعد از سال پنجم و هم بعد از اعلام نتایج انتخابات گفته است آه. فکر میکنیم با توجه به این که حکومت وحدت ملی نتانسته انتخابات برگزار بکنه و هیچ گونه تقصیر در این خصوص اعضای شورای ملی ندارد و بارها از تریبون شورا و خیلی جای دیگر اعلام شده است مجلس فردا که سه سال کار خلاف قانون اساسی را آغاز میکنه امین کار مشروع است یا نامشروع نظر شما را مشخص شما اینطور فکر بکنید در صورت که ماده 83 هم سپری شدن پنج سال گفته و هم تفسیر شد آقای بهر مشخص آیا شما کارتان مشروع فردا آغاز میکنید یا نمشروع؟ در صورت که مقید شده باشه و مشروط شده باشه مقید با دوره تقنی پنج سال است به اعلام نتایج انتخابات کاری ما مشروع اما دوره تقنی هم پنج سال است بر اساس او کارش کار شما نامشروع است خب او تعبیر شما هست که نامشروع است ولی ما میگیم که چون دو جز داره یک جز سپری شدن پنج سال است و یک جز دیگه از آقای سیدی میپرسیم تشکر آقای بر آقای سیدی حالا اینجا آقای بهرام تاکید داره که در صورتی که دو جز عملی شوه بعد اینا موقف رسمی خواهد داشت دو تا دیدگاه وجود داره آقای مصباح گفتن که فردا رسما قانون نسازی بار دیگر نقض میشه و توسط رئیس جمهور دوره تقنی 5 سال است در اول سرطان سال 94 ختم شد و آقای بهر به نحو توجیه می گزینه دوم را اشاره میکنه استنباط شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم آقای خدمت شما جناب آقای میکنه. مصبا آقای بحر و بیننده شما سلام ارزی ادب دارم لطف میکنید. اگر قانون اساسی افغانستان وسیقی کور و وسیقی ملی میگن ملاک عمل باشه ملاک عمل باشه بعد از پنج سال نه دوام کار پارلمان قانونی است و نه رئیس جمهور و رئیس جرایی را که کی جان تعیین کرده <applause> نه اینا قانونی هستند اینا هم خلاف قانون اساسی هستند کابینه ای را که این پارلمان رای داده اینا هم خلاف قانون اساسی هستند اگر قانون جنگل مطرح باشه قانون جنگل پارلمان هم قانونی لبک رئیس جمهور هم قانونی و کابینه هم قانون در است. افغانستان مجلس او... چطور باید. است کدام قانون شما ببینی... است شما 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 آ... ها من نمیفهم که خب مجبور است این پروگرام خود تکمیل کنیم در غیر از چی کنیم اگر نه که می میگم هر کس میفهمه که دلده ترش است یا شیرین هر کس میفهمه که در قانون سازی گفته شده که پنج سال آلا معاون مجلس معاون مجلس شما مجلس مجلس آقای احمد طا... مز... زاده شنیدم گپای آقای احمد پای آقای, اقای متاسفانه خیال میکنم از سوالی کافی برخوردار نیستن شاید یا بعضا منافع پول و ماش و این چیزا گوی آدم دیوانم کنه که گپ میگه خو قابل بس نیست چون اونا فهم ندارن من کسی که فهم نداشته باشه نمیخوام خودی بس کنم چیزی را که من میخوام تکرار کنم به شما بحب. میگم شما ببینین رئیس جمهور شما یعنی رهبری حکومت شما توسط یک وزیر خارجه آمریکا تعیین شده نه طرق قانون سوسی همین پارلمان دوام کارش فرمان داده همی کسی نگفت از رئیس هم جمهور که رئیس خیر ما خود دوام میتی ما میتی چک چکم هم میکنیم همی تو حق فرمان خود نداری به اینا فرمان داده انتخابات میتونه که عرض میکنم سکنین ببینین حکمت انتخابات برگزار نکرد یا نخواست <applause> یک دوم پارلمان غیر قانونی حکمتش میگم حکمت غیر قانونی کابین غیر قانونیه بنان با همچو کشوری که از الف تا یاش غیر قانونی پارلمان هم زنده بود مثل ماست که سوار این ای جمهوری نور فرمان تین دائم العمر چی بر داره <تصفح> یعنی دائم العمر فرمان تین به خاطر از کی با اینا دوستای ما ما از یک ولایتیم من میفهمم که هم خوش از ما شست نون است میره میایم کاوینه میای خیر بینن <تصفح> اما اگر نگرشی بر قانون مندی بر اصول بر اخلاص بر صداقت بر حیثیت کشور و ملت کسی داشته باشه باید صبح رئیس جمهور اشتراک نکنه و خجالت شخصا بکشه اگر سوار رئیس جمهور میره پارلمان افتتام کنه با دینام با او چک چک کن، هر دوش خجالت روا تشکر آقای مصبا الان میگن که اگر فردار رئیس جمهور رسما افتتام میکنه و وکلا هم برایش چکچک چک میکنه بر هر دوشان خجالت رواست. لفظ لفظی که آقای سیدی برش اشاره میکنه اما رای حل چیست چطور میشه ما به قانونیت بر ببینین راه حل قانون اساسی در نظر گرفته خب از قانون اساسی اغماز میشه خب چشم پوشی میشه و رعایت نمیشه راه حل از بر مبنای تیوریک ما بحث میکنیم در عمل چیزی که اینا میکنن خب ما, ما گفتنی نداریم برش نظام انتخاباتی در قانون اساسی تسجیل شده و بر مبنای این قانون انتخابات گرچند قانون انتخابات هم در تضاد با قانون اساسی است رئیس جمهور توشیح کرده ولی به هر حال قانون انتخابات یک نظام انتخاباتی وجود داره ماده 156 استقلالیت کمیسون انتخابات را مبنی بر اداره و نظارت از هر نوی از انتخابات را پیش بینی کرده و این کمیسون زمانی که مستقل میشه فقط وظیفهش همی است که انتخابات را دایر بکنه زمانی که کمیسون انتخابات قسم عمل کرد میکنه که اصلا به اعتنایی میکنه در برابر یک پروسی ملی و یک پروسه بسیار مهم ما موافق هستم که از لحاظ حقوقی مکلفیت ولسی جرگه نیست گرچه ولسی تعریف حقوقی خود را از دست داده ولی مکلفیت حقوقی که زمانت اجرا در عقب خود داره او کمیسون است حکومت هم ممد است ادارات دیگه فقط زمین همکار میشه کمیسون, وكمی را زمانی که مستقل عنوان کرده فقط و می خاطر است که آه، ایجاد آه، انتخابات را دایر بکنه بنا مشکل بسیار اساسی است که آه، آه، مدت سه ساله که از این پارلمان میگذره افراد به اساس ماده سی, سی قانون اساسی افغانستان مردم از حق رای و حق کاندیداتوری محروم میشه در در نظام نظامی که حق فعلا بنیادین است دو حق, حق بنیادین است بله حقوق اساسی است و در ضمن توهین به اراده مردم و حاکمیت ملی که با واسطه مردم اعمال میشه به اساس ماده چهار قانون اساسی به این است و نظام با عدم مشروعیت مواجه هست و ای بیشتر هم مواجه میشه ببینید ما نظام دموکراسی را در حالت ای یا مردم سالاری را در حالت تمثیلش هستیم زمانی که همچون وضعیت رخ میتا جبران از ای و تلافی از بسیار مشکل است برای خصوصا برای نسلایی که بعد از ما اینجا میان بناهن خواست ما امیه است که یعنی به هر حالتش برای حل تیوریکی که قانون اساسی پیش بینی کرده با او مبادرت با بورزن تا این شوه که از این وضعیت ما خلاص شویم تشکر آقای بهر ماده 33 قانون اساسی حق بنیادین را تعریف میکنه برای رای دهنده ده و برای کسایی که خود کاندیدا میکنه ماده 4 هم که حاکمیت به مردم تعلق داره اشاره میکنه رفتن پارلمان به سال هشتم به این معنا به اساس قوانین توهین به اراده مردم و سلب حق بنیادین رای دهنده و کسای خود کاندیدا میکنه برای احراز کرسی مجلس نمایندگان و نکته را که اینا اشاره کردن آقای سعیدی که گفتن فردا کف زدن ها بر دو طرف گفتن خجالت است چقدر شما به این دو نکته باور دارید البته یکی خیلی روی از این موضوع بچرخیم که قانونی هست یا نیست چنانچه که خب دوستای ما و صاحب ها هم نظر دادن خب در پارلمان هم فکر میکنیم اکثریت پارلمان طرفداری وضعیت فعلی و دوام کاری پارلمان نیستن و این چرا حاکمیت Yeah. از کجا شما می فهمید آقای بهر که اکثریت طرفدار دوام کار نیست شما اینجا معاون مجلستان در هیئت اداری شخص سوم مجلس میگن که اگر انتخابات نشه هر قدر که پیش بریم سال هشتم است و ما ادامه خواهیم داد خب علاقه مندی ها زیاد است خب بعضی کسایی هستند که گفته که ما تا 40 سال اگر انتخابات نشه پس فکر میکنید که این یک افتضاح نیست بله افتضاح هست ولی ریشه های افتضاح <تصفح> پیدا بکنیم و به ارتباط ریشه های افتضاح تلاش بکنیم همونطوری که دوست ما فرمود که باید در عوض از زیاد نقد بکنیم شما در به پارلمان را میبستین در به مجلس نمایندگان را میبستین بر اعتراض شما نمایندگان مردم هستین بله شما در به مجلس را میبستین بر رسم اعتراض تا حکومت و کمیسیون مجبور میشد بر شما انتخابات برگزار در خیلی از وقتها به صورت اعتراض روی عظمی موضوع و روی خیلی از مسائل دیگه از جمله آقای بشر یک مدتی را از پارلمان هم ترک کردن ولی دیدن که وقتی که این حکومت بنای برگزاری انتخابات ندارن این حکومت بنای حاکمیت مردم ندارن و همون طوری که جناب آقای سعیدی گفتن که خب خودی حکومت از نظر حقوقی خلاف قانون هست خب دوباره آمدن پیوستن به عمو مجلس فعلا و فکر میکنیم تلاش بیشتر روی از این صورت بگیره که ما به یک نتیجه برسیم راه حل پیدا بکنیم که دیگه بیشتر از این بحران غیر مشروعیت نه هم در حکومت و هم در شورای ملی ادامه پیدا نکنه آقای سیدی کمیسیون در تازه ترین مورد از تاخیر سه ماه در برگزاری انتخابات بازم سخن گفت که تا سه ماه دیگر باز وضعیت طور دیگری خواهد بود و انتخابات خواهد رفت و دوره 19 سال 2019 فکر میکنین که دوام بازی که خلاف مشروعیت است و توهین به اراده مردم جای اشاره شد عدم توجه به حقوق بنیادین افراد به کدام جهت به کدام شما مسیر پیدا گن... میکنه منم نفهم شما دوستای گرامی جورنالست ها بسیار مردم های خوشباور این یا تو میگوین شما فکر میکنین که بعد از سم و برج میزان انتخابات میشه به خود دو سال دیگه به دروازه انتخابات تک تک کنی یا بیبینی نه دولت همه حکومت آقای اشرف غنی نه تصمیم در انتخابات پارلمانی هست نه تصمیم در انتخابات ریاست جمهوری شما شنیدین که چند روز پیش خلیلزاد آمده بود با یک کسا دیدی بود گفت شروع حق دیار میکنی به شرط که رئیس جمهور پنج سال تمدید کنید رئیس جمهور پنج سال دیگه هم تمدید کنید با همه که من یک بس خوش نیستم من همی که پای که میگم از مازورده نشیم چندین می شما میگوین که دوام کار پارلمان قانونی یا نه دوام کار رئیس جمهور شما میفهمین که نیست چرا بس میکنین این بس کار را... میگیرین رای حل, حل چیست شما بعدی تو بس میگیرین بله رای حل چیست ا... ببخشید اگر کسی بعد از این میگه که بعد از 8 سال یا 7 سال دوام کار پارلمان قانونی است یا نیست کار رئیس جمهور که جان کرید هستی شما لا کله قانونی است یا نیست کار پا... کابینه قانونی ای بس آدم نشان میتین که سر نافهم است بله. شما باید بعد از این تو بس کنین بگون کی بله کار پارلمان خلاف قانون است کار رئیس جمهور خلاف قانون است رای حل چیست بله قضاوت آقای سیدی دیگه بسته من, با, با شما موافق هستم سوال اصلی این است که ما بر مبنای رسالت خود در واقع تلاش میکنیم تا پهلو پهلوهای گنگ و تاریک روشن بسازیم شما بله شاید چی کنیم بله من بله. بله میگم با شما بسازیم. ولی ما زمانه کارای زمانه اجرایی کرده نمیتونیم ما حکومت نیستیم که انتخابات برگزار بکنیم ما کمیسیون نیستیم ما می مساله را به یک حقوقدان به یک عضو مجلس و به شما که یک فعال سیاسی هستین استاد دانشگاه ساختیم بله پارلمان هرگز پارلمان اکثریت هرگز فشار وارد نمکنه به حکومت که انتخابات برگزار کنه به خاطر اینکه دوام کار دینا و نفع دینا به خاطر اینکه اینا همه ای زمانت نداره که ما در آینده وکیل میشه یک اینا این فشار نمیاره دوم رئیس جمهور قطعا این فشار نمیاره به خاطری نمیاره که همچو پارلمانی مم. که خلاف قانون باشه پایش بلنگه به کفش خود ریگ باشه رئیس جمهور به حکومت ما چیکار شما رسالت ها منیس یک قو... رسانه منیس قوه چهارم ام. شما بعد از میزای مدب میزی بگیرین ایتو بگن کی همه میدانن خدا می بنده بندم می دانن، پیغمبرم می که این نهادها غیر قانونی امی قضاوت را ما کرده نمی اطاعت مردم از این نهادها دیگه بلد. لازم قضاوت را ما کردن نمی ما ژورنالیست هستیم او... ما طرفانه مجبور هستیم بسایل با شما شریک بسازیم شما منیس ایسی... یک دانشمند یک استاد دانشگاه شما وقتی نمیفهمید که نوشته شده که کاری پارلمان پنج سال ام. شما میفهمید که یک رای دهنده تعهدی داره به مقابل وکیل خود تعهد چی است رای میته برای یک وقتی معین برو وقتی که پنج سال شتیر شد دیگه این وکیلش نیست این نماندهش نیست یک آدم یک رئیس جمهور رو خیلی تشکر این امین قضاوت را شما چون میمانا هستین به صراحت دانیم برای بر ما چارچوب کاری ما اجازه نمیدن میان برنامه کوتاه سود بر سلام مجدد بازم خوش آمدین در نیمه دوم تحول تلاش میکنیم تا فلسفه کاری شورای ملی افغانستان که بحث نظارت از چگونگی عملکرد حکومت است و بحث تقنین یا قانونگذاری که در این حوزه چقدر پارلمان افغانستان به خصوص مجلس نمایندگان موفق بوده آقای مصباح شما که معاون اتحادی اقدانان افغانستان بودین بحث نظارت از عملکرد حکومت یکی از کارویژه ها و از مکالفیت های مهم شورای ملی افغانستان پنداشته میشه در این اوزه از دید شما چقدر موفق بوده؟ ببینین در هر سه عرصه در امر تقنون نظارت و نمایندگی خوب و بهتر از مردم در هر سه عرصه متاسفانه که همواره شکایت های وجود داشت و چیزی که ما من حیث نتایج می دیدیم او ملموس نبود آه، مثلا آه، 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 اگر نظارت درست رخ میداد داد بلاخره تأثیر در کاهش فساد یا شفافیت در ادارات را ما شاهد شاهدش می بودیم ولی متاسفانه که استفاده سو شده ما یک موضوع را می خواهیم برسانم ما می یک موضوع را بحث بکنیم که بعضی از وکیل سایبا با استفاده از موقفی که وکالت داشت، وکیل است استفاده میکنه پیش وزیر و یا رئیس میرن و احکام میگیره در حالی که این مورد با اساس قانون جزایی که گرچه نو ما کد جزا ولی قانون جزای قبلی ما در ماده 259 این موضوع من حیث رشوت گیرنده معاسبه شده بود و در کد جزا هم این مورد ذکر شده یعنی کسایی که مؤکل برای معاکلین خود احکام با خاطر که اما اینجا یک توجیه هم داره وکیل میگه من نماینده مردم هستم مردم به من مراجعه میکنه و مردم نمیتونه که به ادارات پیدا این در تضاد با قانون است ماده 22 سر مساوات قانون بحث میکنه بحث برابری اینا حق نظارت را داره میتونن که پروسه را نظارت بکنه مؤیداتی که اینا در قبال از این موضوع داره بحث استجواب است بحث است و سلب صلاحیت است یک سیستم پروسه شفاف و سیستماتیک است باره یک معامله انفرادی زمانی که یک وکیل میرا او در حقیقت حق او کسایی که مراجعین دیگه هسته او خورده میشه و ای یکی از مشکلات بسیار اوندی حکومت است در امر نظارت اصل برابری زیر سوال میره اصل برابری زیر سوال میره خب بالاخره از طرف دیگه ماده قانون است یعنی نص قانون است که ای به منهایش رشوت گیرنده محسوب میشه متاسفانه که این مورد را بعض از وکیل سایبا مرات نمیکنه. در امر نمایندگی خوب ببینین اکثریت از وکیل سایبا با با مؤکلین خود وقت برشان نمیتن. بیشترشان اینا در بیرون از کشور میرن به خاطر تفریح یا مسائل تجارتی خود در حالی که یکی از وظایفشان اینی است که ناز خصوصا در زمانی که اینا رخصت میشن اینا باید به هر حالتش با معاکلین خود ببینن با مردم ببینن و از طرف دیگر در امر قانونگذاری قوانین را ما بعضی از قوانین را میبینیم که حتی از لحاظی املا و انشا مشکلات وجود مشکلات داره. یعنی هم در شکلیات مشکلات وجود داره و هم در ماهیت و در ضمن به حدی که ما به نیاز برای تصویب قوانین داشتیم یعنی مسوده های قوانین از طرف حکومت برشان رفته و سالهای سال بنابر دلایل بسیار نادرست ای اونجا مانده بدون از که تصویب شود توسط ولسی جرگه و بعد مشاهد جرگه خیلی تشکر آقای بهر در امر چگونگی نظارت از عمل کرده حکومت چقدر پارلمان و خصوص مجلس نمایندگان موفق بوده چقدر شما تانستین واقعا مشگافانه و تخصصی چگونگی عمل کرده حکومت را شما نظارت بکنید متاسفانه در افغانستان در خیلی از عرصه ها چیزی به صورت موشکافانه و کاشناسانه در هیچ عرصه پیش نمیره ولی تا او اندازه که مقدور بوده برای اعضای پارلمان به ارتباط نظارت بر اعمال حکومت شما نگاه کنین که از بد و حکومت وحدت ملی چیزی که حکومت وحدت ملی از اول تا کنون لنگیده ای بوده که نتانسته کابینه خوده تکمیل بکنه شورای ملی بارها گفتند به حکومت پیشنهاد کردند که شما باید کابینه را تکمیل بکنید و وزرا را معرفی بکنید که امور هم گوش شنوایی را نداشته به ارتباط استیضاح که یکی از کارشواهای نظارت است وقتی که ولسی جرگه خب وزرای را استضاح میکنه به ارتباط عدم مصرف بودیجه میبینیم که خب ماها حتی خیلی هایشان به سال کشیده میشه وقتی که استیزاه میشه وقتی که در سلب اعتماد میگیره ببینیم که وزیر مثلا دیگر مثلا وزیر خارجه افغانستان تا اه کنون رای بله عدم اعتماد گرفته ولی همچنان ادامه میتوند بله, بله خیلی از وزیران نه تنها وزیر خارجه وزیر معارف وزیر خارجه وزیر اطلاعات فرهنگ اینا کسایی هستند که هنوز هم که هنوز اینا تکمیل نشدن خب یکی که شکایت بیشتر از شورای ملی میشه چیزی حقیقت است از یک طرف خوب از پنج سال گذشته و از طرف دیگه خوب کسای دیگه ای که در کمین است که اونا باید در انتخابات آینده خوب شرکت بکنه اونا یک سری تبلیغات را رامی اندازه ولی اگر باز هم امی شورای ملی با توجه به روحیه استبدادی که حکومت وحدت ملی داره نباشه وقت وضعیت از هم بتر خواهد شد میخوایم می رو بگیم که به ارتباط مسائل نظارت بر اعمال حکومت یک موضوع است که متاسفانه در طول تاریخ در افغانستان حکومت ها از روحیه استبدادی برخوردار بوده هر حکومتی که روحیه استبدادی داشته باشه نظارت پذیر نیست وقتی که نظارت پذیری وجود نداشته باشه خیلی از قوانین در شورای ملی تصویب میشه ولی خب حکومت او را عملی نمیسازه خیلی از وزیرا استیزاه میشه ولی در جایش کسی معرفی نمیشه پس یعنی عدم احترام به مصوبات شما بله به چه معنا عدم او بر برخواسته است از اینکه حکومت وحدت ملی و همطور نه تنها حکومت وحدت ملی و حکومت قبل از حکومت وحدت ملی اینا این دموکراسی حاکمیت مردم در افغانستان نهادینه نشده اونطوری که باید واقعا حاکمیت از آن مردم باشه این یک شعار هست وقتی که حکومت و حاکمیت به مردم نمیده مسلم است که از نظارت یک نهاد هم حراس داره و خیلی از وقتا سرفیچی خیلی تشکر با. آقای سیدی اینجا اشاره شد که وقت وکیلای محترم مردم میره به نزد وزرا در واقع اصل برابری را زیر سال میبره به خاطر کار موکلین خود و در اینجا باید معکلین خودشان تا یک پروسه شفاف باید به ادارات زیرفت مراجعه بکنه یک نکته را اشاره کردن نکته دومی که برخی اوقات از طرف خود وکیل صاحبا بحث کمیشنکاری در داخل مجلس مطرح میشه یکی دیگر متهم میکنه و در میان مردم هم این بحث ها را میفته به قول برخی از مردم که کمیشنکاری در پارلمان افغانستان جریان داره به نظر شما اول اگر پروسه ای کاری در افغانستان ایتا می بود که هر آدمی قریب، ناتوان، محتاج که ضرورت به کاری داره به دروازه یک وزیر و مین رفته میتونست هیچ ضرور نبود که نمانده یا وکیلا برود سیستم کار در افغانستان ای است که اگر واسطه ای نداشته باشی، رشوت نتی، پول نداشته باشی به سالها به دروازه یک وزیر نمیرسی بنابراین یک وکیل مجبور میشه که خود معکلی خود بره و بخاطر اینکه او ماکلشه کسی به دروازه وزارت بادیگارد هم نمیگذاره چون همین اخلاق همین سلوک در کابینه وجود نداره اخلاق وجود نداره و وقتی که وکلا هم به کابینه رای داده به او که حد دیگل اگه کار نمیکنین همین اخلاق داشته باشین این یک بحثی باشه دو دومی است که شما در همین نظام در همین دولت در همین کار در همین کار اگر همی امی پارلمانی که غیر قانونی نیمنده اگر همی نباشه از همی حکومت یک دیکتاتوری مطلق دار میشه شما بفهمین که این جناب رئیس جمهور خود سرقمندان قوای مسلم که کسی دو پرسون نم کنه توی تو می قانون اساسی بخود تو رئیس جمهور منتخب هستی خود سرقمندان مسلم گوی چک چک شروع میشه سرقمندان قوای مسلم است ما شما همین تو سیاست های کشور در کشور, کشور سرانجام اصلاحات را در جای با آغاز کرد نه الان میگم اصلاحات را نه پارلمان آغاز میکنه و نمیتونه و یکی تو ما گفتین که وکلار رشوت خور کمیشن کارن بدون من نگفتم برخی از خود وکلا و, و همه نه. مردم همه نه. یک تعداد وکلای صادق و تندوست خدا پرست است یک تعداد دزدای حرفوی دزدای حرفوی دزدای که اگه خواسته باشه آدم میتونه هر چیز ببگه یعنی به با, با قچاق دست دارن به فروخت تیل دست دارن حتی ده دا روزا ما چند روز پیش به با... با وزارت داخلی یک تعداد مقرری ها بود و می آید من پرسان کردم و که چرا وکیلا می که اولوسوا به قماندان اولوسوالی مقرر شد قماندان بلوک اولوسوالی مقرر شد گفت که اینا بسیار گپ دیگه ای داره بگتم چی هست؟ گفت اینا میگه من که قماندان اولوسوالی مقرر کردم مجبور هستم که وقتی رایده صندوق های پر کنه اینا همه روز پشت اولسوال و قماندان اولسوالی میگردن به خاطر اینکه آینده رای ببرن پس همین اقدامشان خلاف قانون بله خدا شاهد است که من می دو پیش اعضای کمیسیون انتخابات دیدم گفت خاطر امی شورا امی اعضای کمیسیون انتخابات که ما در ولایت مقرر میکنیم وکیلا ما را میگه حضاب کده که یعنی قابل ازی است که آدم بروی از اینا توف اندازه با مو گفت مداخلم کنن که این امی رئیس ای چی شه کمیسیون انتخابات ولایت این رئیس که تلفون میکنن که واسطه میکنن که میان خاطر چی؟ بخاطر ایک ادی خاطر واسطه نمکنه که آدم خوبیه بخاطر ای که مکی رئیس تا این مثلا به ولایت احمد یا محمود و صندوق های میشه به منافع خودی کار میکنن نه منافع میکنن. چه آقای بحر قبل که به شما بیم چقدر این کارهای خلاف اصول و خلاف قانون و به قول برخی کمیشنکاری ها در میان برخی از که مطلق گویی نشه وکیلان محترم مترس و اینجا اشاره شد که تا آنقدر دل معمولین حکومت را در برخی موارد سیاه کردن که به قول آقای سیدی حتی گفتن که لفظ بسیار زشت هم به کار بردن البته نقطه ضعف های کمیسیون انتخابات و خصوصا نمایندگی های محلی از اینا در ولایات نباید توری تلقی کرد که اینو اینا میخواه نقطه ضعف خود تحت از این پنهان بکنن که وکلا یا حتی زورمندا تنها وکلا را هم نگفتن اونا مگر وکلا حتی تا مسائل قضایی دست نمیزنه نگاه کنید شما خب تنها وکلا هم نیست شکایتی که کمیسیون مستقل انتخابات در محلات و ولایات دارن نه تنها وکلا برکه غیر وکلا و زورمندهای دیگر هم گفتن ولی فکر میکنیم یک جنبش پنهان کردن نقطه های ضعف خودشان هست که میخواید در ارتباط چی بکنن هر کس جنبه های دیگرش چیست؟ هر کس مخ... میخواید اعمال زور قوتی را بکنن باید کمیسیون به صورت علنی نامی از او تا رسوا شوند به ارتباط وکلا و هر کسی دیگه ای که باشه این که نام نمیگیرن این که مجملگویی میکنن این که میگن اینی کار شده ای این خودش پنهان کردن نقطه ضعف از یک طرف به ارتباط از این که نماینده های مردم خب چه قسمی هست خیلی کمیشان کار است یا خیلی از مسائل خلاف اخلاق و خیلی از مسائلی که نباید یک نماینده مردم انجام بدن ما هم میگیم که نماینده هایی که فعلا ما در پارلمان داریم فرشته‌های از آسمان نامده از امی مردم است همونطوری که در خیلی از نهادها ها در خیلی از خب ارگان ها فساد وجود داره ما رد نمی کنیم ولی گپ ما ای هست که همونطوری که استاد سعیدی هم گفتن که مطلق گویی و کلی گویی نشون خیلی از کسانی هست در بین نماینده های مردم که واقعا خیلی وقتا با کجروی ها با خیلی از مسائل های خلاف قانون دست و پنجه نرم میکنن ولی ما منکر از اینکه کسای بله خب پارلمان ما آقای برک پارلمان ازبی نیست فرکسون های ازبی در اینجا نیست بلی. هر نماینده محترم مردم دیدگاه خود را دارد چطور میشه ما یک در واقع یک خطوط فکری را ایجاد بکنیم مبتنی بر منافع ملی که اقدامات در چارچوب منافع ملی و مسائل اولیای کشور باشند نه بر مبنای کمیشن و بر مبنای قلدرگری ما به ارتباط نهاد به نام پارلمان یک بحث استثنایی را اگر آب اندازیم فکر میکنیم خلاف انصاف است به خاطری که خب با توجه به یک کلیتی که در افغانستان هست با توجه به یک خب باندگی متاسفانه اک در افغانستان هست آدم بین از بین همه ارگان های از بین همه قوا روی یک قوا تکیه بکنه که این چرا ای رقمی هست ما میگیم که وقتی که مقایسه کنیم کل قوا و نهادهای در افغانستانه، امون نقایسی که در خیلی از نهادها ها هست امون نقایس در اینجا هم وجود داره متاسفانه اما باید اصلاح شو بله باید از اصلاح کجا شوان. و چه گونه؟ یکی از راه های اصلاحش امیست که گروپ های پارلمانی ایجاد شوند گروپ های پارلمانی دارای خطوط مشخص دارای نظریات مشخص که متاسفانه گروپ های پارلمانی که در دا داخلی داخل پارلمان ایجاد میشه هم به صورت موقت به خاطر یک موضوع خاص ایجاد میشن ولی بعد از چند روز میبینیم که پراگنده شد ما شاهد خیلی از گروه هایی که ایجاد شده بودیم و شاهد پراغندگیش هم بودیم ولی باز هم گروه هست که از اول تاسیس پارلمان تا امروز اما حیثیت گروهی خود حفظ کرده دارای یک خطوط مشخص و نظریات مشخص و دارای سیاست مشخص به ارتباط مطلعی خیلی تشکر آقای مصباح چگونه میشه ما اما تو که پارلمان مظهر اراده مردم است و در باستاب دهنده دیدگاه های مردم است این پارلمان مثل نظام های پارلمانتریزم که از 1215 در انگلستان شکل گرفت در امین قالب به یک پارلمان توسعه یافته و یک پارلمانی که واقعا ممثل اراده مردم باشه به مو جهت به طرف اصلاحات برد خب بحث بسیار مهم در خصوص انتخاب است متاسفانه که د افغانستان نسبت کم بودن سواد نمینده کسایی که منتخب میشند مشکل اساسی از همیجه به وجود میایه بحث تقلب آمد به اساس تقلب و در پهلوی ش ای ک همو چیزی که لازم است بر یک نماینده ولسی جرگا که ای بسیار مهم است یعنی ای در نظر گرفته شود و از طرف دیگر خب بالاخره موجودیت اراده خود اعضای پارلمان هم یک موضوع بسیار مهم است به خاطر که ما داریم کسایی که مردمای از لحاظ سواد و از لحاظ تجارب بسیار خوب هستند ولی اونا در عمل با یک خطوط فکری که بر خلاف منافع عامه باشه و در تضاد با آنچه که ملت از اونا توقع دارند با او پیش میره نیاز به تعدیل قانون است در خصوص شرایط به خاطر که شرایطی که فعلا برای اعضای ولسی جرگه در نظر گرفته شده واقعا شرایطی است که مثلا بحث سواد را یا تحصیل را اصلا ملاک عمل قرار نداده این مورد مهم است ولی آنچه که ما می بینیم مشکل بسیار اساسی دهی است که امی قانونی که فعلا امی وضعیتی که فعلا است امی هم حاکم نمیشه یعنی مشکلات بسیار اساسی این جا به وجود می این موارد بعدی است که چطور باز ما تعدیلات را به وجود بیاریم ولی ما آن چیزی که شاکی هستیم ازش ای است که فعلا چیزی که اینا هستند در قانون او عملی نمیشه و با یک مسیر دیگه پیش <تصفح> <تصفح> خیلی تشکر آقای سیدی انتظار شما از فردا فردا پارلمان رسما افتتاح میشه از طرف رئیس جمهور از نمایندگان مردم در امر نظارت و چگونگی پاسخگویی به موکلین نشان و بحث قانونگذاری چیست سبا راوندان شدید صورت میگیره مردم تا ساعت 12 بجه به زجه و ناله مریض آخر و شفخانه رسنده نمیتونن رئیس جمهور میره دست تو میکنه او میکنه پارامون هم چک چک میکنن یک بیانیه میته بس میبرن خانه خود دیگه چی توقع داری تو اینجا؟ انتظار شما چی یعنی ایچ انتظار ندارین شما من انتظار خود گفتم راه بند میشه مردم دشنام میتن تا چاشت بعد از اون میرن آروم سه پارلمان با چک میکنن چک و کلیم بعضی خود کوشش میکنه که دستای رئیس جمهور بگیر او هم کوشش میکنه خود خام کنه از دروغ اما دک نیرنگ چالم تو تیر میشدن. تشکر زنده باشین آقای بحر انتظار شما چیست در این دوره کاری چقدر خواهید توانست به اون طبقات و انتظارات پاسخ بدهی؟ ما کوشش میکنیم که با توجه به همه نقاط منفی در افغانستان از دیگر تبادل خوشبین باشیم و انتظار دزیر داریم که انشالله خب با افتتاح هشتمین سال که واقعا خیلی جای سوال هست وضعیت خوبتر شده باره و ما شاهد یک بهبودی در عرصه‌های مختلف باشیم تشکر و انتظار شما به عنوان معاون اتحادیه کارگران افغانستان از هشتمین سال کاری مجلس نمایندگان ببینید توقع ما در امر تدبیر است این وضعیت خاتمه پیدا نمی کنه. مگر ای که های انتخابات تحت فشار قرار گرفته شود تا ای که انتخابات به موقع را تدویر بکنه و ما را از وضعیت خراب وضعیت خراب نجات بده بفرمایید آقای سیدی باور استم و تاکیدم میکنم که اراده سیاسی اراده حقوقی و قانونی نه در بورید انتخابات پارلمانی وجود داره نه در ریاست جمهوری تا دو سال دیگه هم انتظار نداشته باشین ان همیتو تو, همی تو قانون جنگل میچاله وقتی که مبرتون میگم ملا عمر به دو سال مرده به سر مردم افغانستان حکومت کرد این حکومت که زندهست زنده است میکنم سر خیلی تشکر آقایان احمد سعیدی نادرشا بهر و عبدالصبحان مصبا مهمانان تحول امشب بسیار تشکر از حضور و نظریاتان در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم بابا بودین تا دیدار دیگر خدا نگهدار